درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشستید. سیامک دهخانپور هستم. در پنجشنبه هفتم آذر ماه 28 نوامبر نگاهی داریم به ایرانیان در صف اعدام در مالزی. ما احیانا شاهد باشیم که آمار زندانیامون در مالزی هر روز افزایش پیدا بکنه، این اصلا مطلب خوشایندی نیست. در واقع مالزی محلی برای ترانزیت مواد مخدر، این رو خود مقامات مالزی هم بهش اذعان دارن و دارن با این امر مبارزه هم میکنن. غیر از مواد مخدر ممکنه باندهای خلافکار دیگری هم وجود داشته باشن، از جمله بحثایی که در مورد قاچاق انسان میشه و کم و بیش هم در مالزی فعالن. صحبت‌های سفیر ایران در مالزی بود. حدود 400 ایرانی به جرم حمل مواد مخدر در زندان‌های مالزی در حبس هستند و نزدیک به 70 نفر از آنها حکم اعدام دارند. دولت مالزی در سال 2010 برای حمل و قاچاق بیش از 5 گرم مواد مخدر مجازات اعدام تعیین کرد. بنابر قوانین مالزی کسی که مواد مخدر در وسایلش کشف شود صاحب جنس و مجرم است. بر اساس همین قانون هم پلیس تا پیش از حکم نهایی افراد را در بازداشت نگه می‌دارد. علیرضا یگانگی کارشناس کاهش آسیب‌های اجتماعی در گفتگوی با تهران امروز می‌گوید شیشه در آشپزخانه‌های ایران با مواد ارزان قیمت که مرغوبیت هم ندارد تهیه می‌شود و بعد به آن طرف آب‌ها فرستاده می‌شود و حالا به جای استفاده از اسید از چنته استفاده می‌کنند که بسیار خطرناک است. آمفتامین‌ها یا شیشه از گذشته در جنوب شرق آسیا بسیار طرفدار داشته است. بین 4 تا 7 میلیون مصرف کننده آمفتامین در آسیای شرقی سکونت دارند. در مالزی و ژاپن شیشه بازار پرسودی دارد. دولت مالزی در پی مشکلات ناشی از مسافران ایرانی از 9 مهر ماه مدت ویزای توریستی برای ایرانیان را از 90 روز به 14 روز کاهش داد. در فیسبوک افق از شما پرسیدیم چرا چند صد ایرانی در مالزی در زندان یا در صف اعدام هستند. همطور که می‌بینید اکثریت کاربران فیسبوک افق گزینه قاچاق مواد مخدر رو انتخاب کردن. گزینه‌های دیگر نبود قانون استرداد مجرمین میان ایران و مالزی و عدم دسترسی به وکلای زبردست هست. به فیسبوک افق برید و در این نظرسنجی و بحث امروز شرکت کنید. از طریق گوگل پلاس و توییتر هم میتونید با ما در تماس باشید. برای دریافت فایل صوتی برنامه به افق@voanews.com ایمیل بفرستید. اما نگاهی بیاندازیم در هفت پرده به وضعیت ایرانیان در مالزی. دادگاهی در شهر شاه عالم مالزی دو خواهر 24 و 26 ساله ایرانی را به اتهام حمل مواد مخدر به اعدام محکوم کرد. قاضی دادگاه گفت شکی در خصوص پرونده ندارد. احمد زاهد حمیدی وزیر کشور مالزی پس از تماس تلفنی با سفیر ایران، از بین صدها ایرانی بازداشت شده در مالزی 341 نفر یعنی بیشتر آنها بر اساس قانون مواد مخدر بازداشت شده و از این بین 64 نفر به اعدام محکوم شدند. ما نمی‌خواهیم استرداد محکومان مواد مخدر باعث شود آنها دوباره به مالزی بازگردند. نامه جمعی از ایرانیان مقیم مالزی به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران. ایرانیان مقیم مالزی که اغلب آنها دانشجو و یا از خانواده دانشجویان هستند با افزایش نرخ ارز زیان بسیار شدیدی را متحمل شده اند. دادگاه عالی شاه عالم مالزی دو زن ایرانی 31 و 26 ساله را به اتهام حمل مواد مخدر پس از حدود 3 سال بازداشت به اعدام محکوم کرد. اپ
عبدالعلیم عبدالله قاضی دادگاه دفاعیه دو متهم را مضحک خواند. بحث عفو زندانیان ایرانی در مالزی است که این رو من خودم موقعی که اومدم یه تعدادی از زندانیان رو که ما بررسی کردیم اینا شرایط عفو رو داشتن، ما رسما به پادشاه مالزی دادیم. این موضوع رو از طریق وکلای زبده مالزیایی پیگیری کردیم. حسن قشقاوی، معاون پارلمانی وزارت امور خارجه ایران: اجرای حکم اعدام دو زن ایرانی متهم به قاچاق مواد مخدر در مالزی بر روابط دو کشور تأثیر منفی خواهد گذاشت. دولت مالزی در واکنش گفت دو زن ایرانی محکوم به اعدام باید روند قانونی و تشریفات لازم را بگذراند. دادگاه عالی شهر شاه عالم مالزی دو مرد ایرانی را به اتهام قاچاق مواد مخدر به اعدام و همسر خانه‌دار یکی از آن دو متهم را به 16 سال زندان محکوم کرد. مهمان‌های امشب وفا خانم شراره سعیدی، فعال حقوق زندانیان ایرانی در مالزی که از کوالالامپور با ما هستند، آقای دکتر کامیار علایی، کارشناس بین‌المللی بهداشت که از نیویورک به ما می‌پیوندند، و آقای علی هریسچی، وکیل و حقوقدان در استودیوی صدای آمریکا، آقای هادی ناظم‌زاده، بازرگان ساکن مالزی هم در طول برنامه با ما خواهند بود و بخشی از صحبت‌های مژگان، یک زندانی آزاد شده در مالزی رو با هم خواهیم دید و خواهیم شنید. به همه شما درود میگیم، به افق خوش آمدید. با صحبت‌های مژگان، یک زندانی که مدتی رو در زندان‌های مالزی بوده و بعد آزاد شده، شروع می‌کنیم بحث رو. دلایل در واقع بازداشت خودش رو توضیح میده و مشاهداتش رو از اون چه که در زندان‌ها در مالزی می‌گذره. من به خاطر نداشتن پاسپورت، چون پاسپورت همراه هم نبود، به خاطر همین پلیس مالزی منو گرفت و من بیرون بودم، و بعد از اونم از من میخواستن که پاسپورت همراه باشه، و وقتی که من زنگ زدم پاسپورت رو برام آوردن، تقریبا یه چند ساعتی طول کشه، ولی دیگه به قول معروف اجازه ندادن و پلیس از من میخواست که شما بایستی حتما پاسپورت رو همراه خودتون میداشتید، و چون نداشتید، به خاطر نداشتن پاسپورت شما باید حتما برید بازداشت. و بالاخره متاسفانه رسیدم به زندان و در اونجا مواجه شدم با زنای زیادی که ایرانیای ما بودن و اونجا گرفتار شده بودن. تقریبا تعداد 30 تا 35 نفر زن ایرانی بودن، بین گروه های سنی 20 تا 60 نفر داشتیم که اینا همشون در واقع میشه گفت با جرم سنگین حامل مواد، یعنی حامل آیس اونجا بودن، و زمانی که مثلا به من رسیده بودن فکر میکردن که منم حتما با جرمم همینه، چون میگفت اینجا همه زن ایرانی با این جرم اومدن، و به اصطلاح من کوچکترین جرمی داشتم که اونجا بودم. و اینا متاسفانه اینا رو به عنوان مافیای مواد شناسایی کرده بودن تو زندان مالزی، و خیلی اتاقایی که داشتن، اتاقاشون یه اتاقای بسیار کوچیکی بود، 3 در 4، و حدوداً 15 تا 16 نفر از قومیت‌های مختلف، هندی، اندونزی، ویتنام، ایران، بعد و همچنین کشورهای میانمار در اونجا جمع شده بودن و یه وضعیت فوق‌العاده بد و اسفباری رو به وجود آورده بودن. بعد متاسفانه خیلی وضعیت بهداشتیشون میشه گفت به منهای صفر بود اصلا، و این بود که باعث شده بود اکثر خانمای ما دچار بیماری قارچی، بیماری پوستی، بیماری که شیوع پیدا کرده بود اونجا، شپش بود که اکثر خانما خودشون کوتاه میکردن، یعنی اونجا اصلا هیچ گونه نه بهداشتی که نداره، هیچی دکتر هم نداره، هیچ دارو درمانی هم نمیدن، مثل زنده به گور شدن واقعی بود، یعنی واقعا اونجا شما مرگ رو انگار تو تلی از خاک گیر کرده باشید که هیچ کسی نه صداتونو میشنوه، هیچ کسی نمیدونه اینجا چه خبره. یعنی من مواجه شده بودم یه جمعی که انگار این جمع رو
فراموش کرده بودن، هیچ کسی به یاد اونجا نبود. خیلی یعنی واقعا وحشتناک بود. الان که دوباره یادآوری میکنم احساس میکنم اصلا نفسم داره تنگ میشه. خانم سعیدی خوش آمدید به برنامه. شما مدت هاست، حداقل تا اونجا که من میدونم، یکی دو سال اخیر رو وقت بسیار زیادی گذاشتید برای پیگیری مسائل ایرانیان در مالزی و اصطلاحاً کیس های متفاوتی رو از نزدیک شاهد بودید. ابتدای توضیح بفرمایید که این افرادی که شما مشخصاً دیدید، این افراد رو در زندان باشون در واقع ملاقات کردید، اینها چه دریافتی دارید؟ آیا گروه سنی خاصی رو شامل میشن؟ آیا طبقه اجتماعی یا اقتصادی خاصی رو شما در میان این افراد در واقع میبینید وقتی جمع این افراد رو در واقع در ذهن خودتون یک جمع بندی میکنید؟ گروه اقتصادی خاص، بله، گروه اقتصادی خاصی که متعلق هستن این افراد بهش، طبقه ایه که برای 2 میلیون تومان 10 کیلو متانفتام اینجا به جا میکنه، یعنی فوق‌العاده فقیر، کسانی که هیچ اطلاعی ندارن از جرمی که دارن مرتکب میشن، عواقب اون جرمی که مرتکب شدن. این در خوشبینانه ترین حالت این افراد خیلی ساده انگارن. آیا در از لحاظ جنسیتی آیا شما فکر میکنید که اونهایی که در واقع مزان این گونه حالا برایشون به قول شما اطلاع نداشتن یا در دام افتادن، در تل اینا بیشتر زن هستن، جوان هستن، چه تیپ در واقع به لحاظ جنسیتی و سنی رو شامل میشن؟ ببینید تعداد زندانیان مالزی چیزی حدود 350 تا 400 نفره. آمار دقیقی نداریم چون ما دسترسی نداریم به آماری که از سازمان زندان ها به صورت مستند بگیریم. اون چیزی که ما حدس میزنیم چیزی حدود 350 تا 400 نفره. ولی در مورد خانوم ها فقط 35 نفرن. بقیهشون آقایون هستن. گروه سنی که میفرمایید، من 20 ساله دیدم، 67 ساله هم دیدم. برای همین نمیشه دقیقاً گفت جوونن یا پیرن. اصولاً اونایی که به هیچ وجه از جنسی که جابجا می‌کردن اطلاعی نداشتن، یعنی فریب خوردن و ساکی بهشون داده شده که نمی‌دونستن که جنس غیر مجازی توش هست، پیرا هستن، اونهایی که به هر حال یه سنی ازشون گذشته. یعنی می‌فهمید جوان‌ها بعضیا با علم به خطری که داره در واقع این رو قبول کرده بودن و فکر می‌کردن احتمالاً دستگیر نخواهند شد. اگر شما اجازه بدید من کلیت این ماجرا رو، اینکه این افراد چه کسانی هستن رو براتون توضیح بدم. خیلی کوتاه بفرمایید. ببینید این افراد کلن در 3 دسته تقسیم بندی میشن. دسته اول که کمتر از 10% هستن، دیلرهای مواد مخدر هستن تو کشور خودمون، البته خورده فروش. این افراد خورده فروشی میکردن، یه پولی پیدا کردن، گفتن 1 کیلو مواد بخریم بریم وارد عرصه بین المللی بشیم. خب سر از زندان‌های مالزی درآوردن. گروه دوم که تعداد بیشتری از اینا هستن، شاید 20-30% کسانی هستند که برای 2 تا 3 میلیون تومان حاضر شدن شاید 10 کیلو مواد با خودشون بیارن. 10 کیلو مواد یه چیز حدود 1 میلیارد تومانه. 3 میلیون تومان گرفتن برای آوردنش. اینا اینقدر فقیرن که اصلا به عواقب کاری که میکنن فکر نکردن. قاعدتا وقتی همینجا افتادن زندان، حتی پول خریدن یک بسته بیسکویت رو ندارن. ممکنه که حتی 2 سال با خانواده هاشون نتونن هیچ گونه ارتباط تلفنی برقرار کنن. دسته سوم که بیش از 50 یا 60% زندانی هستن، کسانی که فریب خوردن، چیزی رو آوردن که اطلاع نداشتن. تو فرودگاه بسته ای رو به خاطر رضای خدا آوردن، چمدونی رو قبول کردن از توری که اونها رو به صورت رایگان یا کمبه ها می آورده مالزی و در ازاش میخواسته که براشون لوازم مثلا کامپیوتری وارد ایران کنن، در صورت که اینا داشتن متانفتامین از ایران به سمت مالزی می آوردن. این 3 دسته افراد، 2 دستشون واقعا در تنگنا قرار دارن که همین دسته دوم و سوم. دسته اول که هیچ تمایلی هم نداره با ما ارتباطی داشته باشه، همون دیلرهای جزئی هستن که اینجا از پس مخارج خودشون برمیان و از اونجایی که به صورت حرفه‌ای کار کردن، راه و چاهو کاملا میشناختن، اونا کسانی هستن که حکم نمیگیرن. به خاطر اینکه هیچ مستندی بر علیهشون نیست، خیلی سریع آزاد میشن و زیاد هم اونتو نمیمونن. خانم سعیدی، من میخوام یک بخش کوتاهی از نامه های متعددی که زندانیان برای شما نوشتن و به شکلی مسائلشون با شما در میان گذاشتن رو خیلی کوتاه بخونم. یکی از اینها حمید رضا است، متولد تهران 1158،
گفته که یکی از دوستانش بهش گفته بود که وضع مالیش خراب بوده، ورشکست شده بوده، گفته که مواد اولیه دندان پزشکی به مالزی میبری اونجا به خاطر اینکه مسائل گمرکی اینا هست، اینا خیلی سوداور بسیار گران اونجا، و بهش گفته بوده که $2000 دریافت میکنه که این کار رو انجام بده. بعدم میگه که در واقع با توجه به فشار و مشکلاتی که داشتم این رو پذیرفتم. ولی اون چیزی که خیلی هولناکه اون شبی است که ظاهرا قرار بوده بیاد و میگه موقعی که این دارو رو آوردن به صورت کپسول بهش دادن و گفته بودن کپسولا رو 70 تا کپسول رو گفته بوده بعد اینها رو ببلعه و از فرودگاه بره و نهایتا بیشتر از 35 تا از اونها رو نتونسته ببلعه و بعدم با وجود این در فرودگاه دستگیر شده. این جور موارد آیا شما اینها رو از نزدیک، حمید رضا از نزدیک شما دیدید، اینها چه میگن در واقع، چه چیزی باعث شده که این آدم دست به چنین کاری بزنه؟ حمید رضا و امثال حمید رضا خیلی زیادن. اصلا یکی از سبکایی که خیلی معروفه برای جابجایی این کالا بلعیدنه. اینا بستگی به ظرفیتشون بین 200 گرم یا دیگه حد اکثر 400-500 گرم رو میبلعن. کسی که متامفتامین رو میبلعه 8 ساعت تو هواپیما در بهترین حالت، 8 ساعت که عرض میکنم خدمتتون پرواز مستقیمه، اصولا اینا با پروازهای ترانزیت میان، یعنی یه چیزی حدود 10-12 ساعت تو راه هستن. 10-12 ساعت فرصت خیلی خوبیه که این کپسول تو بدنشون منفجر بشه. میدونن که همچین اتفاقی ممکنه براشون بیفته، ولی به اون پولی که میگیرن خیلی بیشتر احتیاج دارن. ببینید حمیدرضا یک مورد استثنائیه که $2000 بهش پیشنهاد شده. $2000 پول خیلی زیادیه. من کسانی میشناسم که برای 1,000,000 تومان این کارو کردن. امثال حمیدرضا خیلی زیادن. یک مورد دیگه هم هستش خانم سعیدی، برای اینکه من میخوام شرایط شما داخل زندان، ظاهرا حداقل رفتید با بسیار از این افراد ملاقات کردید، میخوام یه تصویری هم از داخل زندان و وضعیتی که اینها دارن رو توضیح بدید. یک موردی هست مرتضی، من اینا رو فامیلشون رو نمیخونم برای اینکه ممکنه براشون مشکلات ایجاد بشه. متولد 49 تهران هست و گفته که به خاطر واردات البسه چینی کار که در واقع کاسبیش به طوری وضعیت رسیده که مرد نمیتونسته چک رو پاس بکنه و مغروز میشه، چکای برگشتی زیادی داشته، و بعد یک نفر بهش پیشنهاد میکنه که بره و در واقع به همراه همسرش مسافرتی بکنه به مالزی و بتونن در واقع درآمدی رو داشته باشن. خودش ادعا میکنه، این رو در واقع شما میتونید تایید یا رد بکنید، که میگه ما حتی نمیدونستیم که در اون چمدونی که داشتیم میبردیم قرار بوده به کسی بدیم چه هست. گفته حتی داخل حوله بوده و اینا نمیتونستن تشخیص بدن که مواد رو در حوله جاسازی کرده بودن. نکته در واقع تاسف بارش اینه که ایشون و همسرش رو هر دو رو در فرودگاه دستگیر کردن، ایشون رو فرستادن به یک زندان دیگه، همسرشون رو به یک زندان دیگه، و الان ماهاست که اینها نمیتونن با هم ملاقات بکنن و نه وضعیت خانوادهشون بسیار تاسف بار، ظاهرا فرزندانشون در ایران پیش مادر بزرگشون هستن. خب خیلی خوش شانس بوده به خاطر اینکه فرزنداش همراهش نبودن. اینجا اگه با فرزندانش میمد هم بچه‌هاش هم میبردن زندان. یه چیز خیلی عرفیه اینجا. وقتی که مردی رو مورد هدف قرار میدن برای اینکه بگیرنش، وقتی وارد خونه میشن، اگر همسایه اونجا باشه، مادر زنش باشه، دوستی که مثلا یک کاسه آش آورده در خونهشون اونجا باشه، همه رو با هم دیگه میبرن زندان. بچه‌های نابالغ همه با هم دیگه میرن زندان. مدت خیلی طولانی طول میکشه تا اون افراد آزاد بشن. ولی در مورد حوله باید عرض کنم که این حوله رو وقتی که یک سبکیه تو جابجایی این مواد که حوله رو میذارن توی یک آبی که آغشته هستش به متامفتامین، بعد میذارن اون خشک میشه، بعد به هیچ وجه قابل تشخیص نیست که این حوله آغشته است به متامفتامین. برای همین قاعدتا این آدم هم این مدلی فریب خورده. ولی خیلی بارزتر از این هم اتفاق افتاده. ما جوانی رو داریم که تو فرودگاه یک پیرزنی اومده بهش گفته یه مجسمه‌ای که استتار هم نداشته، یعنی این مجسمه گچی خیلی معمولی رو ازش خواهش کرده که اینو برسون به بچه من تو فرودگاه کوالالامپور، منتظره که اینو بگیره. ببینید یک پیرزن خودش میگه که اگر CCTV دوربین‌های فیلمبرداری فرودگاه امام رو چک بکنن متوجه میشن که من چجوری این بسته رو گرفتم، ولی خب کسی نیستش که دنبال ماجراش بره. این اون مجسمه رو میگیره، وقتی که میرسه اینجا پلیس میشکونتش. آنچنان یعنی پخته بودن کل اون مجسمه رو با متامفتامین و به سادگی دادن به یه جوان دانشجو برداشته آورده اینجا.
زندگیش نابود شده و الان در بخش بی ای یا همون اعدامی هاست. بله، یک کیس دیگه هم هست در همین افرادی که نامه نوشتن، گفته که در اسپری تافت مواد جاسازی کرده بودن و اینم ظاهرا اطلاع نداشته. حالا این راستی و دروغش رو خودشون میدونن. آقای دکتر علایی، شنیدید صحبت‌های خانم سعیدی رو و صحبت‌های مژگان رو ابتدای برنامه در مورد فضایی که در داخل زندان توصیف می‌کنه. این افرادی هستن که بعضیشون واقعاً مدت‌های طولانی، چیزی نزدیک به 2 سال رو اینها در بازداشت هستن. بسیارشون اینها از حدود سال 2010 بازداشت شدن، نزدیک به 3 سال گاهی بعضی از اینها در بازداشت هستن. اینها به لحاظ بهداشتی و مشکلاتی که در زندان دارن ظاهرا وضعیتشون بسیار نگران کننده است. شما با توجه به مطالعاتی که داشتید و تجربه که دارید، اینها چه گرفتاری هایی دارن و چه کار میتونن انجام بدن با توجه به فضایی که در مالزی حاکم هست بر زندان ها؟ من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. در واقع بر اساس قوانین بین المللی که مالزی هم در سال 2009 امضا کرده، یک سری مسئولیت‌های به عهده کشورها هست که در واقع یکی از این گروه‌هایی هستند که شهروندان کشورهای دیگه‌ای هستند، مثل ایرانیایی که در مالزی هستند، که اینها وقتی که وارد زندان میشن در واقع باید یک سری خدمات درمانی در بدو ورود برای اینها انجام بشه و خدمات تشخیصی که اگر این افراد بیماری‌های خاصی دارن که نیاز به درمان‌های به موقع هست براشون انجام بشه. از طرف دیگه در فضایی که هستن، ما بدون توجه به این که آیا اینا در واقع جرمی مرتکب شدن یا نشدن، در واقع باید اون خدمات رو به صورت یکسان برای همه زندانیا ارائه بدیم. یکی فضایی که درش هستن، یعنی محیطی که اون فرد درش در واقع اقامت داره. دوم از لحاظ دسترسی به آب سالم. سوم هوای تازه. و چهارم محیط بهداشتی که فرد دچار بیماری نشه، و اگر این افراد بیماری‌های واگیری دارن در واقع در بخش جداگانه قرار بگیرن که در واقع بیماری به دیگری منتقل پیدا نکنه. متاسفانه دسترسی اینها به خانواده‌ها وجود نداره و در واقع از لحاظ روحی اینها دچار مشکلات مضاعفی میشن. در واقع فرد همین که در واقع در بند هست، همون محکومیت براش کافی، دیگه نیازی نداره که دچار مشکلاتی بشه. بعضی حتی شنیدیم که متاسفانه در قفس نگهداری میشه، یعنی این شرایطی که اصلا غیر قابل قبول هست. و از طرف دیگه چون این افراد خیلی هاشون از وقتی که دستگیر میشن تا وقتی که به دادگاه میرن ممکنه چند ماه یا حتی همونطور که شما فرمودید 1-2 سال طول بکشه، اینها چون در واقع زندانیان رجیستر شده نیستن، حتی اون دسترسی به حداقل حقوق زندانیا رو هم ندارن. نکته مهم دیگه دارو هست، که بعضی از این افراد نیازمند به دارو هستن. در واقع قبل از اینکه دستگیر بشن داروهای استفاده میکنن، اما وقتی که دستگیر میشن حتی خانواده هاشون به سختی میتونن این داروها رو به این افراد بدن. آقای دکتر علایی، ببینید اینها گزارش هایی که آمده، خانم سعیدی هم صحبت کردن، در همین نامه ها قید شده آبی که ظاهرا اینا در اختیارشون هست، خودشون میگن که بعد از چند روز این آب کرم میذاره در واقع، و گفتن در وضعیتی هستن که همشون بیماری های پوستی بسیار وحشتناک دارن و مشکلات عجیب جسمی رو باش روبرو هستن. آیا واقعا هیچ کس بر زندان های مالزی نظارت میکنه؟ سازمان ملل چه نقشی داره؟ سازمان بهداشت جهانی نقش بازی میکنه؟ توضیح هم بدم. ما با سفارت مالزی در واشنگتن تماس گرفتیم، چند روز از اونها خواستیم که بیان و اظهار نظری بکنن، پاسخ بدن به بسیاری از این پرسش ها، ولی متاسفانه هیچ گونه پاسخ روشنی از اونها دریافت نکردیم. من در واقع امروز صبح داشتم آخرین گزارش سازمان ملل در مورد وضعیت مالزی که ماه گذشته چاپ میشد نگاه میکردم. حدودا 33 کشور نسبت به این مسئله وضعیت مالزی اعتراض کردن، چون همونطور که گفتم 2009 کشور مالزی متعهد شده بر اساس حقوق سیاسی اجتماعی در واقع قوانینش رو تغییر بده، که متاسفانه این قوانین تغییر پیدا نکرد، مخصوصا در زمینه دستگیری. دستگیری بدون تفهیم اتهام، بدون دسترسی به وکیل، و در واقع در اقامت‌های طولانی در زندان بدون اینکه حکمی شاملش بشه. به نظر من سازمان‌های بین‌المللی اینجا مسئولیت دارن، از جمله سازمان بهداشت جهانی، سازمان حقوق بشر برای پناهندگان
و سازمان مبارزه با مواد مخدر، اما اینها مکانیزم‌های خاص خودشونو دارن. در واقع به نظر من بهترین روش اینه که هم از طرف دولت ایران، از طرف سازمان ملل در واقع این مسئله کاملا بیان بشه و هم از طرف سازمان‌های بین‌المللی کمپین‌هایی که وجود داره برای حقوق بشر، به نظر من الان فرصت خوبیه که بیان در واقع در مورد ایرانیایی که در مالزی هستند با هم یه همکاری مناسبی انجام بدن. از طرف دیگه واحد حقوق بشر قوه قضایی ایران در واقع باید اقدام کنه و سازمان زندان‌های ایران جزء اتحادیه جهانی سازمان زندان‌ها هست که در گذشته در واقع برنامه‌های وجود داره. ما در سال 2001 در واقع کلینیک‌های مثلثی رو راه اندازی کردیم با گروهی از پزشکان، یک گروه بازدید کننده 15 نفری ما از مالزی داشتیم که بخشیشون از در واقع سازمان زندان‌ها بودن. در واقع از طرق مختلف میتونه فعالیت انجام بشه، از جمله سازمان هلال احمر و صلیب سرخ که یک برنامه خاصی برای وضعیت زندان‌ها داره. اینها هم در واقع مسئولیت دارن که زندانی‌های اتباع کشورهای دیگه رو بررسی کنن، شناسایی کنن و وضعیتشون رو در واقع ارزیابی کنن. این در واقع مسئولیت هم سازمان‌های دولتی و هم نهادهای غیر دولتی و بین‌المللی هست و مخصوصاً وکلای ما، مخصوصاً وکلایی که با حقوق بین‌الملل آشنا هستن، بله، باید این مسئله رو در واقع داکیومنت کنن و ارائه بدن. ممکنه یک زمان طولانی 6 ماه تا یک ساله طول بکشه، اما ما میدونیم تو 6 ماه یک سال آینده وضعیت اینا تغییر پیدا نمیکنه. اما اگه از طریق مکانیزم‌های بین‌المللی ما وارد بشیم، قطعاً میتونیم این مسئله رو حل کنیم. بسیار خب خانم سعیدی، خیلی کوتاه اگر مطلبی در مورد شرایط زندانیان در زندان دارید و گزارش هایی که اونها میدن بشنویم صحبت شما رو، و میخوام بحث رو با آقای هرسی در مورد مسئله حقوقیش دنبال بکنیم. زندانی هایی که در مالزی نگهداری میشن از همون لحظه که بازداشت میشن تا وقتی که حکم رو بگیرن یه چیز حدود 2 تا 5 سال طول میکشه. این زمان انقدر طولانیه که وقتی که بهشون حکم میدن، حکم اعدام میدن، واقعا احساس آرامش بهشون دست میده که به هر حال تکلیفم مشخص شد. بعد وقتی که حکم اعدام رو میگیرن، از همون لحظه توجه داشته باشید که این افراد میرن سلول انفرادی. حالا زمانی که وقت بیشتری بود من در مورد این سلول انفرادی وقتی براتون توضیح بدم متوجه میشید که با چه شرایط کاملا بدوی و غیر انسانی روبرو هستیم در این کشور. ولی به لحاظ بهداشتی شما مسائلی که دیدید اینها با چه مشکلاتی مشخصا روبرو هستن؟ من به صورت مثال بهتون میگم که در بند خانوما با این مسواک های مکت شوری بدنشون رو میخارونن. شما تصور بکنید که وضعیت بهداشت چجوریه. همه نوع حیوان های آزاردهنده از موش تا مورچه تو این سلول ها رفت آمد میکنن. سفره غذایی که پهن میکنن بغل دستشویی هستش که هیچ حصاری نداره، یعنی ممکنه یه نفر تو دستشویی باشه و همون موقع سفره غذا پهن باشه. اینا تخت ندارن، تشک ندارن، 3 سال تا 5 سال روی زمین میخوابن روی یک پتوی سربازی. شما در نظر بگیرید در اقلیم استوایی، در جایی که نفس کشیدن تو شرایط عادی واقعا سخته، حتی یک هواکش وجود نداره، خب بیماری چجوری ممکنه رشد بکنه؟ دقیقاً توسط همین گرما و این حیوانات و عدم بهداشت بیماری انقدر مصریه که من به جرئت میتونم خدمتتون عرض کنم زندانی ایرانی در مالزی وجود نداره که بیماری خارش بزرگترین دغدغه ذهنیش نباشه. بسیار خوب خانم سعیدی، برمیگردیم به شما. صحبت های محمد جلال فیروزنیا سفیر ایران در مالزی رو بشنویم. ایشون درباره سرکشی سفارت به زندان ها صحبت میکنه. به صورت مرتب و روزانه بخش کنسولی ما سرکشی به زندان ها داره، رسیدگی به امور زندان ها داره و کمک هایی که باید به دلایل مختلف ما به این زندانیا برسونیم، این کار رو الان داریم انجام میدیم و در آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد. اما مژگان، زندانی آزاد شده در مالزی، نگاه متفاوتی با سفیر داره. متاسفانه برای ملاقات این افراد هیچ کس حاضر نیست بیاد، چون همتون میدونید که اینا در واقع وابستگی‌هاشون همه تو ایرانن. بعد از اون طرف اون مافیایی اصلی، یعنی اون شخص بزرگی که هنوزم داره این کار رو انجام میده،
اونا تو تهران هستن، تو بهترین جا هستن و دارن پولاش به قول من میلیاردی خودش رو هر روز دارن پارو میکنن. ولی این بندگان خدا فقط، یعنی اون صحبتهایی که من باشون کردم، حالا اتفاقی بوده، حالا رو هر تقدیری بوده که باعث شد من باشون آشنا بشم، متاسفانه همشون زن سرپرست خانوار هستن و همشون به دلایل مشکلات اقتصادی و مالی به اینجا کشیده شدن و یا زیر بار قرضی بوده که مجبور شده به خاطر 2 تا 3 میلیون این رو، این بار رو تحمل بکنه. این بارا رو جاساز میکردن براشون و اینا رو جالب برام که از فرودگاه امام خمینی خیلی راحت رد شده، اومده به فرودگاه مالزی رسیده و اون قاچاقچیان اصلی به اینا میگفتن که این دارو هست، یه دارویی که احتیاج کشور مالزیه، مالزی برای این خیلی مثلا احتیاج داره، شما این دارو رو فقط به اونجا برسونید ممکنه پلیس اونجا یه گیر کوچولویی به شما بده، شما یه رشوه اگه به اون پلیس بدید رد میشه میره. در حالی که اون بندگان خدا حتی کسایی بودن که نمیدونستن که این ماده مخدره، یعنی حتی آشنایی نداشتن، اکثریتشون نمیدونستن که بابا این مثلا اعتیاده. این میگه حسن اکثرشان به من میگفتن که ما وقتی اینجا رسیدیم تازه فهمیدیم آیس یعنی چی. این بچه همونطوری که گفتن بچه های فرمون شده هستن، حتی سفارت ایران هم یکی دو بار بیشتر نتونست بیاد به اینا سر بزنه. این بندگان خدا هر موقع در مورد دردشون هم گفتن، شرایطشون رو خودشون اومدن دیدن، ولی متاسفانه سفارت ایران به اینا هر دفعه میگفت که شما آبروی ایران رو بردید و نباید این کار انجام میدادید، در حالی که خودمون میدونیم که به هر حال تو هر خانواده ممکنه بد و خوب باشه، اینا هم اگه بچه های بد ما باشن که ندانسته مرتکب این ارتباط گناه اتفاق و گناه شدن، منتها نباید اینطور فراموش بشن، نباید اینجور برخورد بشه. به هر حال من خواهشم این هستش که کمک بشه به اینها، حتی اگه اشتباه کردن در حال اینا شرف و نوامیس ما هستن در اینجا، احتیاج به کمک دارن، لازمه که به اینها رسیدگی بشه. اینها باید از هر دهر حقوق یک زندانی برخوردار باشن، ولی تو زندان دهرهای متاسفانه مالزی این برخورد اصلا یه برخورد سالمی باشن نمیشه. بعد اینا نیاز به کمک دارن، فقط خواهش میکنم به داد اینا برسید و کمک کنید به اینا. آقای هرسی، واقعا تحمل این حجم از نگرانی و درد و رنج واقعا خیلی دشواره. من یه اشاره کوتاه بکنم به یکی از نامه‌هایی که دست جمعی نوشتن این افراد به خانم سعیدی و اونجا گفتن که چیزی به اسم جعبه کمک‌های اولیه وجود نداره در زندان. گفتن سهمیه نوبت تلفن هفته یک بار، اون هم 15 دقیقه است، ولی به علت ازدحام جمعیت تلفن هر شخص تنها به 5 تا 7 دقیقه در هفته احتمالاً محدود خواهد شد. حقوق اینها چی؟ حقوق ابتدایی این زندانی‌ها چه هست به لحاظ شرایطی که شما حداقل میتونید به عنوان یک زندانی در یک وضعیت استاندارد این به هر حالش ما اونچه که شنیدیم از اول تا آخرش در تضاد هست با حقوق هر شهروندی که چه میتونه مجرم باشه، چه متهم باشه، چه زندانی باشه. به هر حال همین که 2 سال تا 5 سال هم تو که شنیدیم طول میکشه که اینها در واقع حکمشون رو بگیرن و در یک وضعیت زندانی هستن، در حالتی که امکان تبرئه شدنشون هم بعد از 5 سال وجود داره. این خودش بزرگترین در واقع تجاوز به حقوق شهروندی است. خود این چقدر پرسش برانگیزه، این تونالی بودن این دوره، این که شما بالاخره کسی رو گرفتید، این آدم یا این مواد رو داشته یا میتونه ثابت بکنه، واقعا 2 تا 3 سال 5 سال طول. این با هیچ استاندارد مدرنی در واقع سازگاری نداره، این بسیار بدوی هست این روش و در واقع تنها مسئله‌ای که هست نه کنین مالزی کاری که داره میکنه در واقع کار میکنه که اولا با حکم بالایی که برای مواد مخدر ایجاد کرده در واقع میخواد یک ترسی رو ایجاد بکنه و مخصوصا هم فکر میکنم که کشورهایی که از اینجا در واقع اتباع خارجی رو بیشتر هم محاکمه میکنه و بیشتر اذیت میکنه به خاطر اینکه درس عبرتی بشه برای کسانی که میخوان وارد مالزی بشن که بفهمن درس عبرتی بقیه که رفتن چه اتفاقی افتاده و از ترس این کار رو انجام دادن. در واقع یک کار تبلیغاتی داره میکنه تا یک کار حقوقی و یک کار جزایی بخواد انجام بده. در واقع از این راه میخواد با این تجارت بین المللی و یا این جرم بین المللی مبارزه بکنه. سفارت به نظر شما چه مسئولیتی داره به لحاظ حقوقی؟ این سفارت جزئی از ساختار حقوقی هستش که میتونه با این مسائل مبارزه بکنه. سفارت به عنوان قسمتی از وزارت امور خارجه، قوه قضایی بخش بین المللش و وزارت دادگستری، اینها وظیفه دارن در تمام دنیا در واقع در جهت منافع شهروندان و حق و حقوق شهروندان فعالیت بکنن. ایران در حال حاضر فقط 25 قرارداد بین المللی با کشورهای مختلف داره و ما در مجموع 3 نوع قرارداد داریم برای اینکه به این جرم محکوم بشه. یکی قرارداد استرداد مجرمین هست،
استرداد مجرمین این نیستش که شما یک زندانی رو برگردونید، بلکه اگر کسی از وقت در واقع در چارچوب حقوقی ایران در واقع متهم باشه یا مجرم باشه، فراری باشه، از اون کشور سالس میخواین که اون که شهروند رو برگردونه. این خیلی اشتباه استفاده میشه در ادبیاتی که در مورد این پرونده داره استفاده میشه. مسئله دومش این هستش که بیان و در واقع برگردوندن مجرمین محکوم شده هست. یعنی اینکه در مورد، چون میخوام بحث استرداد مجرمین رو صحبت میکنم، در مورد دسترسی اینها به وکیل، اینها ظاهرا بخش عمدهشون اصلا وکیل نداره، این حداقل بر اساس این نامه ها گفتن امکانات استطاعت مالی نداشتن، وکیل تسخیری هم ظاهرا کار خاصی برای اینها انجام نداده. ببینید کشورهایی که خودشون برای شهروندان خودشون وکیل تسخیری برای کسانی که از عهده پرداخت وکیل برنمیان وجود نداره چنین سیستمی، خب مسلما به خارجی هم نمیدن. در اینجور موارد سفارت هستش که باید پا جلو بذاره و این هزینه رو تقبل بکنه. در خیلی از جاها به خاطر تعداد زیاد این هزینه بالایی که داره این کار انجام نمیشه، ولی به هر حالش این هزینه ای که وجود داره اگر دولت مالزی این کار رو انجام نمیده، بهتر هستش که یک در واقع صندوق مالی تهیه بشه که گروه های حداقل داوطلب بتونن با یه مقدار کمک خودشون، یه مقدار کمک های بین المللی و دولت ایران از این گروه حمایت بکنه. خواهش می‌کنم صحبت های سفیر ایران در مالزی رو در مورد همین دسترسی به وکیل با هم بشنویم. تلاشمون این هست که کسانی که نمیتونن به هر دلیل وکیل بگیرن، زندانیایی که اینجا داریم، یا ما یه کار حقوقی منسجمی بکنیم که بار پرونده زندانیامون در اینجا سبک بشه، این رو الان تو دستور کار قرار دادیم. بودجه لازمه رو از تهران در حدی که مقدور بوده تأمین کردیم، با وکلای زبده مالزیایی تماس گرفته شده و بحث پرونده زندانیان ایرانی رو در اینجا ما با اینها باز کردیم، هم اعدامی ها و هم زندانیان دیگری که داریم. توضیح سفیر ایران در مالزی رو در مورد بحث استرداد مجرمین هم با هم بشنویم. قانون استرداد مجرمین بین ایران و مالزی، ما موافقتنامه انتقال محکومین رو، پیشنویسش رو به طرف مالزیایی دادیم، اینها هم یه بررسی کردن و به صورت به اصطلاح ضمنی اعلام کردن ماه ژانویه برای مذاکرات در جهت نهایی کردن این موافقتنامه. ما اگر این موافقتنامه بین دو کشور امضا بشه، در واقع یه تعدادی از زندانیان رو که دفعه قبل که من با دادستان ملاقات داشتم ایشون میگفت 24-25 نفر شما الان زندانی دارین که اینا شرایط انتقال رو دارن به ایران، منتها تا قبل از این موافقتنامه انتقال محکومین میگفت ما نمیتونیم این کار رو بکنیم. اگر ما بتونیم این موافقتنامه رو سریعتر نهایی بکنیم و امضا بشه بین دو کشور، یه تعدادی از این زندانی ها میتونن در چارچوب این موافقتنامه به ایران منتقل بشن و مسائلشون رو، بقیه محکومیتشون رو در اونجا بگذرونن. آقای رشتی، این قانون مالزی از 2010 در واقع پیش آمد که 5 گرم مواد مخدر رو حکم اعدام براش گذاشتن. الان 3 سال گذشته از این ماجرا و هنوز تازه پیشنویس قانون استرداد مجرمین. بسیار از اینهایی که از صحبت میکنیم اینها از حداقل 2010-2011 اینها در زندان بودن. ببین متاسفانه سفارت های ایران در چند سال گذشته اون حالتی که در واقع مدافع و حامی شهروندان خارج از کشور بودن رو نداشتن. یه گروه بسته‌ای بودن که جدا از اینی که اینا غرب نشین یا خارج نشین هستن، اون رابطه رو نتونستن با ایرانیان خارج از کشور برقرار بکنن و در واقع در فرهنگ وزارت امور خارجه برای سفارت ها این مسئله مطرح نبوده که ما خانه دوم ایرانیانی هستیم که ما بخوایم ازشون دفاع بکنیم. بنابراین سیاست های اگر هم تعداد زندانیان به 400 نفر نمی رسید و در رسانه ها به این شکل که خانم ها رو میخوان اعدام بکنن مطرح نمی شد، مطمئن باشین این مصاحبه هم مطرح اصلا نمی شد. ولی در عمل نشون میده که هر حرفی که ایشون زدن تا الان هیچ کدومش تا حالا انجام نشده. این تمام این بحثی که حق وکیل بخوام بهشون بدن، هیچ کسی اراده نکرده که جمهوری اسلامی به کسی تا حالا وکیل داده. در مجموع هم گروه های سیاسی هم هستن که در مالزی فعالیت میکنن و خیلی از این بودجه برای آزاد کردن این گروه های سیاسی که در یا مرتبط یا غیر مرتبط به جمهوری اسلامی بودن رو که دستگیر کرده بودن رو خواستن ایجاد بدن. ولی
میگم انتقال مجرمین یکی از قراردادهاست که با استرداد متفاوته و سومیش هم معاضدت حقوقی. معاضدت حقوقی این هستش که شما قرارداد میبندین که دولت مالزی اگر برنامه ای داره برای دادن وکیل مجانی و این زندانیا این وکیل رو ارائه میده و بعد با دولت ایران در واقع یک قراردادی اون هزینهش رو در نظر میگیرن. این روش هم وجود داره، ایران مثلا با عراق این رو داره، با تایلند داره، با کشورهای با 5 تا 6 تا کشور این در واقع معاهده داره که خیلی کمک میکنه، به خاطر اینکه خب سفارت هم نمیتونه در واقع به عنوان وکیل مدافع تمام ایرانیان باشه، بلکه باید یک مکانیزمی رو طراحی بکنه که توی مکانیزم بتونه که از ایرانیان خارج از کشور چه در مالزی و چه در تمام دنیا که بیشتر 4000 نفر ما زندانی در خارج از کشور داریم از اینها بتونه دفاع بکنه. و برگردیم میخوام بگم برای اینکه تفاوت بین این انتقال محکومین با استرداد مجرمین رو گفتین دو با هم تفاوت میکنه. آقای سفیر هم در واقع در صحبتاش میگه که چیزی حدود 20 و چند نفر هستن که از این جمع 400 نفر اینا گفتن اینها رو اگر حتی این توافقنامه امضا بشه نهایتاً 20 نفر از اینها رو ممکنه بتونن برگردونن. این شرایط سختی است برای در واقع انتقال مجرمین، حتی کشورهای خیلی مترقی هم این رو ندارن، بلکه در مسائل خیلی مشابه، یعنی وقتی که دو حکم در واقع دو جرم مشابه در دو کشور وجود داره و جرمی نیستش که با خیلی مهم باشه از نظر سیاست‌گذاری های کلان کشور، اینها رو قبول میکنن که به جای اینکه این 5 سال رو در این کشور باشه، در کشور مبدأ باشه، بره بر کشور خانه در واقع اون 5 سال رو سپری بکنه. ولی وقتی که جرم خیلی متفاوت است، به فرض کسی که به بابت 6 گرم الان محکوم به ابد یا زندان شده، خب ایران این رو قبول ممکن نکنه که این رو بکشه برگردوندش ایران و اعدامش کنه و برگردوندش حبس ابد بهش بده بابت هزینه هایی که یک زندانی داره تا حبس ابد که بخواد در زندان ایران باشه. برای همین یک در واقع بازی سیاسی هست در واقع که ایران باید قبول بکنه که فعالیت های جلوگیرنده بسیار زیادی رو در قبل از اینکه این گروه به خاک در واقع مالزی برسن انجام بده که میزان تجارت مواد مخدر رو از ایران به مالزی کاهش بده، در عوضش بخواد که اونور هم اونها در واقع این گروه رو حالتاً ببخشن و برشون گردونن در ایران و ایران طبق قوانین خودش یا حداقل کاهش داده شده نسبت به قوانین مالزی اینها رو در زندان‌های خودش نگه داره. خانم سعیدی، یکی از نامه‌هایی که به شما نوشته شده قادر هست، متولد 1155 شهرستان نقده، ایشون گفته که شرایط برشک ناخوشایندی داشته، بعد یکی از قاچاقچیان به گفته خود ایشون سرشناس محلی در اون منطقه به سراغ ایشون میاد و ایشون رو تهدید میکنه که باید مواد مخدر رو به مالزی ببره و بعد اسمش هم حتی اینطور نوشته، من البته خب به خاطر مسائل حقوقی اسم این فرد رو نمیارم. نکته مهم ماجرا این هست که ایشون میگه بعد از اینکه این مطالب رو عنوان کرده، خود ایشون ادعا میکنه که از سفارت آمده بودن و میخواستن پیگیری بودن ببینن که این فرد چه کسی بوده که ایرو با زور اسلحه در واقع مرعوب کرده بوده و دست به قاچاق مواد مخدر به مالزی بزنه. سفارت ایران در چه مواردی به نظر شما با توجه به تجربه که شما دارید به ایرانیان مراجعه میکنه؟ آیا اونو به دنبال افراد خاصی هستن؟ افراد خاص که بله، قاعدتا افراد خاص مورد توجه بیشتر سفارت قرار میگیرن، ولی این صحبت هایی که از آقای سفیر پخش کردید احتمالاً با خوشبینانگی من میگم که آقای سفیر اطلاعات درست رو دریافت نمی کنن. من یه متنی آماده کرده بودم در مورد جز به جز موارد ذکر کنم، الان تصمیم گرفتم که بگم چرا ما اینطوری برخورد کنیم. اگر کسی حتی 1% از دولت مردان ایران، چون ما با آقای ظریف هم چندین بار نامه نوشتیم، حتی 1% به حرفای ما مشکوکه یا احساس میکنه که ما غلو میکنیم در مورد سهل‌انگاری هایی که جزء انجام وظیفه بوده و انجام وظیفه نشده، کافیه که به این زندان ها مراجعه کنه، چند تا برگه بین زندانی ها پخش کنه و خودکار دم دستشون بذاره، فقط ازشون نخواد که نامشون رو بنویسن. بعد در مورد عملکرد سفارت از اینا یک نظرسنجی بکنه. همین نظرسنجی نشون میده که کی صادقانه داره صحبت میکنه کی نه. ببینید ما کلیه رفتار سفارت رو رصد میکنیم. مثلا امروز تو دادگاه شاه عالم 10-12 نفر اومدن که احتمالاً از سفارت نبودن ولی مهمان سفارت بودن. اینا اومدن تو اون دادگاه نشستن و حضور پیدا کردن. این یک اتفاق خیلی خوبه. یا به 24 تا زندانی اعدامی که کیس فرودگاهی داشتن وعده دادن که براشون وکیل میگیرن.
البته تا الان گرفته نشده ولی این وعده داده شده. ببینید اگر اقدام مثبتی رو سفارت انجام بده ما حتما در موردش صحبت میکنیم، ولی در مورد اقدامهای منفی که انجام میده، حتی اگر این اقدام منفی این باشه که وظیفش رو انجام نده، نباید انتظار داشته باشه که ما صحبت نکنیم. جایی از همین صحبت ها آقای سفیر میگه که دنبال منافع سیاسی و تبلیغاتی هستن. خب این خیلی بده، به خاطر اینکه ماجرای زندانیان ایرانی در مالزی یک کیس کاملا اجتماعیه. ما به هیچ وجه نمیتونیم پیکان حملاتمون رو به طرف دولت ایران ببریم، چون چند نفر آدم کار زشتی انجام دادن، باید تنبیه بشن، حالا متاسفانه تو یک چاله مرگبار افتادن. ما هیچ عداوتی با سفارت ایران نداشتیم، ولی وقتی که من پیگیری میکنم که چرا پول زندانی رو 7 ماه نمیدید، بعد میگردم میگن قلم پاتو میشکنیم اگه برید دوباره دیدن زندانی. ببینید اینا زشته و درخور یک دولت است. البته ما با آقای ظریف چندین مکاتبه انجام دادیم که شاید ایشون الان که دیگه سرشون خلوت‌تر شده یه ترتیب اثری بدن. من احساس میکنم کاهلیایی که انجام میشه به مقامات بالاتر سفارت اصلا انعکاس داده نمیشه، چون زندانیای ما بسیار ناراحتن، حتی کسانی که خانواده هایی دارن که براشون پول بفرسته. به اینا سر زده نمیشه، پولاشون 7 ماه، 8 ماه، 5 ماه تو سفارت میمونه و به دستشون نمیرسه. ببینید مسئله اینه که این افراد از ما حقوق میگیرن، کاری که انجام میدن به هیچ وجه منتی نداره، انجام وظیفه است. من امروز سایت سفارت رو سایت وزارت خارجه رو داشتم میخوندم، اولویتشون حفظ منافع ما بود. پس حفظ منافع باید به این سمت هدایت بشه که زندانیا نباید در این شرایط وحشتناک قرار بگیرن. خانم سعیدی، نکته من میخوام خیلی کوتاه بفرمایید، آیا سفارت ایران از مواردی که مراجعه میکنه به زندان، خودشون آقای سفیر ادعا میکنه اینها به دنبال اون 10% که شما گفتید، اون قاچاقچیان خرده فروش هستن یا دنبال کارتل ها هستن، براشون اونها مهم هستن؟ ببینید من تا 2 ماه پیش اصلا ندیده بودم جز کسایی که مربوط میشه به مسائل سیاسی سفارت برای کسی حضور پیدا کنه، نه شنیده بودم نه دیده بودم. حالا یک موردی مثل این مورد قادر یک ماجرای دیگه است، ولی من ندیده بودم که به زندانی متهم به مواد مخدر اهمیت خاصی داده بشه. من همچین چیزی رو تا الان ندیدم. بسیار خوب. آقای هادی ناظم‌زاده روی خط اسکایپ با ما هستن. آقای ناظم‌زاده به شما درود میگیم، خوش آمدید به برنامه. شما چند سالی است در مالزی زندگی میکنید، شرکتی دارید و مشغول کار هستید. فکر میکنید چرا ایرانیان درگیر این ماجرا میشن و کشیده میشن به این داستان شبکه های قاچاق مواد مخدر؟ بله، به گمان من مالزی در اصل به علت اینکه در یک منطقه خیلی خاصی برای قاچاقچی ها واقع شده، این باعث شده که جذابیت بسیار زیادی ایجاد بکنه. ببینید در یک منطقه نه چندان خیلی وسیع جمعیتی بالای بر 300 میلیون رو در اختیار قاچاقچی‌ها قرار میده. یعنی اساساً منطقه‌ای هستش که بسیار مورد علاقه است، هم از به لحاظ توزیع هم به لحاظ تولید بسیار بسیار منطقه خالی است. به لحاظ حضور قاچاقچیان بین‌المللی در سطح در مالزی، باید عرض کنم که عمدتاً قاچاقچیان آفریقایی تبار با استفاده از گروه‌های مافیایی هندی و چینی در مناطق تحت کنترل اونها اقدام به تولید، توزیع و حتی ترانزیت مواد مخدر می‌کنند. و در جواب شما باید عرض کنم که این بحث دقیقا سومین دلیلی هستش که قاچاق مواد مخدر به مالزی انجام میشه و کلیدیترینش در ارتباط با ایرانی ها خدمت شما عرض کنم که عدم شفافیت مالی است. ببینید شفافیت مالی در 2 بخش هستش، یکی این که در بخش اول به خاطر به هر حال تحریم هایی که اتفاق افتاده در این چند ساله ما ارتباط بانکی بین 2 کشور رو نداریم و با توجه به جمعیتی که الان در حال حاضر در کوالالامپور حالا در کل مالزی زندگی میکنن، نقل انتقالات مالی عظیمی اتفاق میفته. شفافیت مالی از طرف دیگه در کشور مالزی هم متاسفانه به خاطر سیستم نامنسجم بانکی که اساساً تراکنش های مالی توسط
صرافی ها انجام میشه و صرافی ها هم رعایت قوانین پولشویی رو به صورت جدی انجام نمیدن. این باعث میشه که شرایط بسیار خوبی رو برای پولشویی در اختیار قاچاقچی ها قرار بده. برای اینکه شما فقط بدونید که حجم این مرابطات مالی با کشور ایران در چه حد هست، فقط کافی است که توجه داشته باشید که حالا در حال حاضر که جمعیت ایرانی ها در مالزی کم شده بوده، 100 هزار نفر حتی اگر در نظر بگیریم دست کم، میانگین چیزی حدود 1000 دلار در ماه هزینه زندگی در مالزی هستش. حالا یه سری دانشجو از سرزمین دانشگاه دارن هزینه های مختلفی که در مالزی هست، اینا رو به عدد 1000 دلاری با به صورت میانگین میرسونه که این خودش در ماه مبلغ عظیمی رو ایجاد میکنه. حالا اگر که ما بازرگانی های خرد رو هم بهش اضافه بکنیم، در حد دست خیلی 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 دست پایین یک چیزی حدود 200 میلیون دلار در ماه این حجم تراکنش هستش. اتفاقی که افتاده اینجا این هستش که چرخه این قاچاق مواد مخدر بخشیش به برگشت پول برمیگرده. این برگشت پول و این بازاری که خدمتتون توضیح دادم قاچاق مواد مخدر به مالزی رو خیلی آسان میکنه، چون برگشت پول هم خیلی ساده است. یعنی از طریق حالا صرافی‌های غیر مجاز یا صرافی‌های حتی مجاز در ایران بدون اینکه مطلع باشن این اتفاق میفته. یعنی این پول خیلی راحت از طریق تهاتر، یعنی جابجایی که در اصل پولی جابجا نمیشه، پولی در این طرف به مشتری در پرداخت میشه، در طرف دیگه هم ریالش به حساب‌های اون حالا افرادی که پولشون پولای نامناسبی هست وارد میشه. قطع این چرخه میتونه راهگشای این داستان باشه. یعنی وقتی چرخه مواد مخدر به همین راحتی داره اتفاق میفته، پولش هم به همین راحتی داره برمیگرده، بنابراین تشویق میکنه قاچاقچی‌ها رو که افراد بیشتری رو درگیر این موضوع بکنن، یعنی درگیر انتقال این مواد مخدر به کشورهای دیگه حالا از جمله مالزی بکنن. به نظر من این دلیل اصلی است. حالا روشی که من به نظر من باید در این مسئله مورد نظر قرار بگیره قطع این چرخ است. یعنی اگر که دولت مالزی و یا دولت ایران تعمیراتی رو بچینن که حداقل پولی که از طریق مجاری قانونی مثل صرافی‌های ایران، صرافی‌های مالزی یا بانک‌های مالزی جابجا میشه، اینها داره یک شفافیت بشه، بله، تمام بخشی از این موضوع حل خواهد شد و فکر می‌کنم جذابیتش برای خیلی از این قاچاقچی‌ها از بین بره. آقای ناظم‌زاده از شما سپاسگزارم برای توضیحاتتون و شرکتتون در برنامه. آقای دکتر علی، شما با برشک هم تو که شرکت کردید سال هاست با مسائل مالزی رو در ارتباط هستید، بسیاری از شخصیت های آکادمیک و سرشناس رو در مالزی میشناسید. خاطرم هست با برادر شما که صحبت میکردم میگفتن ظاهراً دختر مهاتیر محمد با شما در سری پروژه ها در تماس بود و با هم در واقع ارتباط های داشتید. شخصیت های شناخته شده یه مالزی چطور به این مسئله نگاه میکنن در تماس هایی که شما دارید؟ در واقع کاری که ما میکردیم با در واقع کارشناس های بین المللی در مالزی، برنامه های کنترل اعتیاد و پیشگیری از ایدز در مالزی و مخصوصا در زندان ها بود که مارینا محمد، دختر مهاتیر محمد، رئیس شورای ملی ایدز فعالیت‌های چشمگیری داشت و یکی از متخصصین مالزیایی که یک دوره هم در سال 2003 مهمون ما بود در ایران، رئیس کنگره جهانی ایدز امسال در مالزی بود. در واقع اینها یک قدرت محدودی در این زمینه دارن، چون می‌دونید که سیستم قوه قضایی در هر کشور مستقل هست، ولی قطعا نهادهای بین‌المللی میتونن تأثیرگذار باشن و ما هم از نتورک های خودمون استفاده کردیم و در آینده هم بیشتر استفاده میکنیم که بتونیم این مسئله رو حل کنیم. من در واقع طبق تجربه‌ای که دارم به عنوان مشاور سازمان ملل در قاره آمریکا و بازدیدهایی که از زندان‌های مختلف انجام دادم، این مسئله در خیلی از کشورها وجود داره و ما باید دقت کنیم که کشورهای دیگه مثل ایران قدرت محدودی نسبت به مداخله به مالزی داره. به خاطر ما نباید انتظاراتمون رو از سفارت بیش از حد کنیم.
در واقع ما بیشتر باید به نهادهای بین المللی رجوع کنیم و با گزارش بین المللی، چون سازمانهای بین المللی مکانیزمهای خاص خودشون داره و این در واقع مستنداتی که وجود داره، اگر ما اعلام کنیم به عنوان مثال به عنوان به شورای حقوق بشر یا سازمان حقوق بشر، اینها گزارشگرهای ویژه‌ای دارن که با سیستم‌های خاص خودشون میتونن اینها را ارزیابی کنن و از طریق نهادهای بین‌المللی به مالزی فشار وارد کنن. آقای دکتر علایی، بسیار سپاسگزارم از شما برای حضورتون در این برنامه، در این روز شوکگذاری که در آمریکا هم هست و به اصطلاح مراسم بوقلمون خوران هست. بسیار از شما تشکر میکنم برای شرکتتون در این برنامه. آقای ارسشید، دو سه نکته هستش. یکی این که یه بخشی از این، اگر مطلبی در موردون چی گفته شد دارید حتما بشنویم مختصر، و یکی دو مورد هستی که این که بعضی از این افرادی که در زندان هستن اینا مسائل مهاجرتی دارن، بعضی ها در مثلا گفته شد حتی خود سفیر هم گفت قاچاق انسان در واقع غیر از مسئله مواد مخدر، برای اینها واقعا چه میشه کرد؟ ببینید در ادامه بحث آقای علایی، اینا دو بحث وجود داره، که اینکه آیا شرایط ایرانی ها منحصر به فرد در کشور مالزی یا این یک شرایط در واقع غیر عادلانه و غیر بشر دوستانه و ظاهرا برای دیگران هم هست. در این نامه هایی هم که خانم سعیدی در اختیار ما قرار دادن هستن افرادی از ملیت های دیگری هم هستن که در همیشه کلا اصلا سیستم حقوقیش و سیستم زندان هاش به نظر میرسه که کلا با استانداردهای جهانی در تضاد است. یه زندان خاصی رو برای خارجی ها در نظر نگرفتن، واسه همین از جهتی این کار خوبی است که فشارهای بین المللی درشون زیاد بشه که حداقل استانداردهای کلی زیاد بشه. ولی ما به هر حال کشور خودمون هم آنچنان در واقع خیلی سخت است که ایران در بخواد این رو ببره جلو در سازمان‌های بین‌المللی، به خاطر متأسفانه عدم اعتباری که ایران در سازمان‌های بین‌المللی در جهت همکاری باشون در ناحیه زندان‌ها و حقوق بشر داره. ولی به هر حال این کاری است که باید انجام بشه. 100% آقای علایی درست میگن، اون یکی از راهکارها هست. راهکار دوم این هستش که به هر حال سیستم‌های مهاجرت، حتی همین در آمریکا هم که ما هستیم، وقتی کسی یک در واقع خلاف کار مهاجرتی انجام میده، یک نوع قوانین رو به صورت لیبل های مختلفش هست که میشکنه، میتونه که در زندان باشه تا موقعی که بخواد از زندان در واقع اخراجش بکنن به کشور مبدا. ولی به نظر میرسه که در مالزی اینا بیشتر 2 سال میمونن بابت کسی که در واقع متاسفانه یک قانون مهاجرت رو شکسته و در زندان هست، و این واقعا بی مورد هست. یعنی این جرم جزء اون جرم هایی که بر علیه انسان یا جرم بر علیه در واقع مثل جرم های اجتماعی مثل مواد مخدر نیست. این یک در واقع یک تلاش برای زندگی بهتر است و یک در واقع جنایتکار این کار رو انجام نمیده. و به هر حال قاچاق انسان متاسفانه برای ایرانیان در چند سال گذشته، در 20 سال گذشته در زمان جنگ و بعد از اون بالا بوده و خیلی قربانی داره. این در ترکیه همینطور هست، در یونان، در تمام کشورهای اروپایی اون مسیر، و چه این ور الان در مالزی و کشورهایی که ایرانیان رو قاچاق میکنن بخاطر اینکه شرایط زندگی خوبی ندارن و برای زندگی بهتر این ریسک ها رو تحمل میکنن. و متاسفانه باز هم دولت ایران به صورت خیلی جدی دنبال اینها در جهت حمایت از اینها نیست و اینها رو طرد میکنه و اون آغوش باز در واقع ایران رو برای اونها فراهم نمیکنه که اینا بخوان راحت برگردن از این کاری که کردن، یا زندگی رو براشون تهیه بکنه و یا سیستم دفاعی حقوقی رو در براشون مهیا بکنه که زندانهای بی مورد و یا ریسک‌های بزرگ جانی که اینها برای قاچاق انسان درش میرن رو جلوگیری بکنه. خانم سعیدی، وقت زیادی نداریم، یکی دو دقیقه پایین برنامه مونده. من دو نکته رو میخوام اگه میشه کوتاه مختصر توضیح بفرمایید که چقدر فکر میکنید که اقدامات لازم در فرودگاه در ایران انجام میشه برای اینکه پیش از اینکه این افراد ایرانیانی که خیلیشون ممکنه به قول شما در دام افتاده باشن، در همون جا اینها شناسایی بشن و کارشون به مالزی و کشورهای دیگه نکشه با این گرفتاری ها؟ اقداماتی که تو فرودگاه‌های ایران انجام میشه من فکر نمی‌کنم ضعیف باشه، چون طبق آماری که من داشتم می‌خوندم 10 برابر اون چیزی که به مالزی میرسه تو فرودگاه‌های ایران دستگیر میشن. این افراد اگر قرار بودش که همشون به مالزی برسن، ما الان یک رقم عجیب غریبی زندانی داشتیم. ولی یه مسئله‌ای که من می‌خواستم تو این دقایق پایانی بگم این بودش که حجمی که رسانه‌های مالزی به ایرانی‌ها می‌کنن اصلا متناسب نیست با میزان جرایمی که ایرانی ها انجام دادن. ما چیزی حدود 200,000 نفر در سال ایرانی در این کشور ورود و خروج داریم. یک ارزاوری بالا، اساتید برجسته دانشگاهی، دانشجوهایی که حتی رتبه علمی دانشگاه رو باعث افزایشش میشن، نفرات اول مدارس اینترنشنال، خانواده های فرهنگی و بسیار خوب. اون وقت 400 تا ما فقط زندانی داریم.
شما در نظر بگیرید که این 400 تا محصول امسال نیست، محصول 5-6 ساله. بله. ولی ما همیشه تیتر روزنامه ها و رسانه های مالزی هستیم. سپاسگزارم از شما خانم شراره سعیدی، آقای علی هریسچی، دکتر کامیار علایی و آقای هادی ناظم‌زاده و همچنین از خانم مژگان هم سپاسگزاریم برای گفتگوی تلفنی که با ما انجام دادن. تشکر می‌کنم از شما. این نکته رو من فقط توضیح بدم که اخیراً یک موردی بود، یک ایرانی رو دستگیر کرده بودن در مالزی که جعل پاسپورت می‌کرد و بعد گفتن که بعد از اون اقدامات تروریستی که در آسیا شرقی رخ داده بود، یک نفر از تایلند به مالزی گریخته بود. فیسبوک و گوگل پلاس برنامه رو فراموش نکنید. موضوع برنامه دوشنبه افق توافق هسته‌ای و اپوزیسیون هست. مهمانها ابوالحسن بنی‌صدر و امیرحسین گنجبخش هستند. افق 8 تا 9 شب ایران.